تجربه های یادگیری زبان جزء خاطرات فراموش ناشدنی اکثر پناهجویان است. اما در شهر وین پیشکش های ویژه‌ای وجود دارد که این خاطرات را دلانگیزتر می سازد. آلمانی در پارک، قهوه خانه های زبان و کمک های ویژه زنان پیشکش های دیگری هستند که اکثر پناهجویان از آن بی‌خبرند. ما در این گزارش به معرفی بعضی از آنها پرداختیم. در این فضای سبز در گوشه از وین مردان و زنان گرد هم آمدند تا از یک سو از فضای زیبای پارک لذت برده و از سوی دیگر همدیگر را در آموختن زبان کمک کنند. اینان افرادن از ملل مختلف، سنین متفاوت و با سطوح مختلف زبان، اما با هدف همسان. دایچین پارک یا آلمانی در پارک پیشکش ویژه‌ای است که سوی مکاتب فوهای سوین همه ساله در فصل تابستان به گونه مجانی برگزار می گردد. اگر شما فرد هستید که از رفتن به کورس‌های زبان و درس‌های تئوری خسته شده اید و یا اینکه وقت کافی برای اشتراک در کورس‌های زبان ندارید، پس این گونه پیشکش‌ها را هرگز از دست ندهید. ویژگی خاص این پیشکش این است که از یک سو در فضای باز برگزار می‌گردد و از سوی دیگر برای افرادی که وظیفه دارند و نمی‌توانند همه روزه در کورس‌های آلمانی اشتراک کنند، یک چانس خوب است تا بتوانند هفته یک مرتبه اشتراک کنند. بعضی از اشتراک کننده‌ها حتی کودکان خود را نیز با خود می‌آورند و از این رو نگرانی مواظبت از کودکانشان را در سر نمی‌داشته باشند. مهاجرت پدیده ای از تلخ و چالش برانگیز که در بسیاری از موارد باعث می شود تا افراد با سنین بالا به گوشه‌نشینی و افسردگی دچار شود. روانشناسان یکی از راه‌های بیرون رفت از این مشکلات را ادغام درست در جامعه میزبان می دارند که نخستین گام آن با آموختن زبان آغاز می گردد. در اتریش امکانات زیاد برای آموختن زبان برای پناهجویان وجود دارد که اکثر این خدمات به گونه مجانی ارائه می گردد. در کنار کورس‌های معمولی زبان که از سوی ایمس برای پناهنده ها برگزار می شود، پیشکش های ویژه دیگر نیز برای آنان وجود دارد که یکی از آنان برای زنان فرزنددار است که از سوی مرکز زنان در اویف ارائه می گردد. ما علاوه بر کورس‌های معمولی زبان آلمانی، کمک‌های اضافی دیگر نیز برای اشتراک کننده‌های زن داریم که به گونه‌ای موازی با کورس‌ها برگزار می‌گردد. به این معنا که ما برای نگهداری فرزندان اشتراک کننده‌های کورس‌های ما کودکستان داریم تا اینکه مادران و یا عموماً افرادی که وظیفه مراقبت از کودکان را دارند، بتوانند در کورس‌های آلمانی اشتراک کرده و از فرزندانشان موازی در کودکستان نگهداری شود. اشتراک در اشپرخ کافی ها یا قهوه خانه های زبان شیوه دیگری است برای آموختن لسان. در این گونه مکان ها افراد در یک فضای صمیمی و با نوشیدن قهوه و چای دور هم جمع شده با همدیگر در مورد سوژه های مختلف صحبت کرده و به مهارت های مکالمه خود سرعت می بخشند. اشپرخ کافی ها از سوی بعضی از ارگان ها و انجمن ها در وین به گونه مجانی برگزار می گردد. انجمن نخبر شفت سنتروم یکی از آنان است که از سال 2015 به این سو برای پناهجویان و مهاجران این گونه پیشکش ها را به گونه مجانی برگزار می کند. مهمترین ویژگی اشپرخ کافی ها این است که در اینجا یک فضای فامیلی حکم فرماست. در این مکان اشتراک کننده ها فقط برای آموختن زبان نمی آیند، بل در اینجا با افراد دیگر و فرهنگ های جدید آشنا می شوند. و مهمتر از همه اینجا آموزش متقابل است. به این معنا که اشتراک کننده ها فقط به گونه غیرفعال در صنف نمی شینند که بیاموزند، بلکه از یک دیگر می آموزند. یکی دیگر از شیوه های یادگیری زبان فعال بودن در اجتماع و روابط اجتماعی است. اشتراک در برنامه ها و پروگرام ها می تواند شما را در تحکیم روابط اجتماعی کمک کند. ماهانه در وین پروگرام های متعدد برگزار می شود. از برنامه های فرهنگی گرفته تا هنری و از اجتماعی گرفته تا سیاسی. پس این همه امکانات و چانس ها در وین را از دست نداده و با استفاده از آن برای همزیستی مسالمت‌آمیز در این شهر زیبا بکوشید.